دو ماه از استقرار دولت جدید آمریکا در کاخ سفید میگذره، در حالی که در روزهای نخست مواضع سران و کارگزاران و بسیاری از رسانه‌های رژیم امیدواری به رفع تحریم‌ها بود، اما این روزها شاهد مواضع کاملا عکسی از طرف مقامات و رسانه‌های رژیم هستیم. اما چرا؟ مگه به گفته خود رژیم یکی از مواضع مقامات دولت کنونی آمریکا در انتخابات بازگشت به برجام نبود؟ پس چی شد؟ برای بررسی میثم ناهید امروز همراه ما هست. تشکر میکنم از حضور شما در برنامه امروزمون. امروز صادق خرازی سفیر پیشین رژیم در فرانسه یک حرفی زد، گفت خطر دولت بایدن از دولت ترامپ بیشتره. ما شاهد هستیم که خیلی از سران رژیم هم همین مضمون رو این روزا زیاد میگن، اصلا اشاره میکنن بهش، زنجیره از این مواضع. چرا این روزها اینقدر این موضوع رو همه میگن، همه سران رژیم؟ بله، شما گفتین زنجیره از این مواضع. خب واژه خیلی درستیه. من همین چند لحظه پیش قبل از اینکه بیام یه نگاهی به آخرین اخبار کردم، دیدم اتفاقا شریعت مداری همین گرداننده کیهان خامنه دقیقا همین حرف رو زد و گفتش که بایدن هیچ فرقی با ترامپ نداره و استدلال کرده بود که نیا کنین 40% تمام تحریم هایی که علیه رژیم اعمال شده در دوران اوبامایی بود که بایدن معاونش بوده و اسپرده بود تحریم های کاتسا، ایسا، ویزا و تحریم های دیگه و گفته بود که الان هم که میبینیم هیچ فرقی نکرده. یا خود روحانی همین دو روز پیش گفتش که هرچند ترامپ رفته اما سیاست های اون کماکان پابرجاست و ما با مشکلات زیادی در این رابطه روبرو هستیم. خطیب زاده هم همین سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت ظاهرا دیپلماسی پومپو کماکان پابرجاست و بعد گفت این باید یک زنگ بیدار باش برای ما باشه. همین اینایی که خواب پنبه‌دانه می‌دیدن الان باید بیدار بشن. دیروز هم سایتاشون، فکر کنم سایت خبرفوری بود، گفتش که ما هیچ تغییری نمی‌بینیم. نه تنها تغییر نمی‌بینیم، بلکه می‌بینیم همون سیاست فشار حداکثری ترامپ کماکان در حال ادامه پیدا کردنه. خب اگرم به طور واقع بخوایم ببینیم چرا این مواضع رو میگیرن، خب در این دو ماه اگه نیا کنید شاهد هستیم که یک اجماع سازی در دو بود، یکی در بود جهانی علیه رژیم، یکی در بود داخلی آمریکا باز علیه رژیم در حال شکل‌گیریه و هرچی بیشتر هم داره منسجم میشه. شما در بود جهانی نیا کنید، یه قلم مواضع اروپا. خب اروپایی که همواره در دوران ترامپ خواهان احیای برجام بود، الان نیا کنید هایکو ماس، همون دو ماه پیش که دولت در آمریکا تغییر کرد گفت ما خواهان بازگشت برجام هستیم، اما برجام جدید شامل برنامه موشکی رژیم، برنامه دخالت منطقیش و حذف بند غروب، یعنی مدت محدودیت اتمی دیگه همیشگی باشه. بعدش لودریان وزیر خارجه فرانسه همین موضع رو گرفت، به نوعی وزیر خارجه انگلستان گرفت و حتی تاکید کردن این موضع ترویکای اروپاییه. رافائل گروسی دبیرکل آژانس دقیقاً همین رو گفت، گفتش که دیگه اصلا برجام 2015 معنی نداره، ما بعد یک توافق جدید امضا کنیم. و خب شاهد هستیم وزیر خارجه آمریکا بلینکن همین دو سه روز پیش گفت الان توپ در زمین رژیم ایرانه و اگر میخواد مسیر دیپلماسی ادامه پیدا کنه، یعنی باز باشه، اما که نیست، اگه میخواد باز بشه باید بیاد بر اساس توافق جدید با ما گفتگو کنه که شامل نگرانی های ماست از جمله برنامه موشکی، دخالت منطقی و غیره. به هر حال الان صحنه اینجوریه، در بود جهانی یک اجماع سازی علیه رژیم هست در رابطه با برجام که حرف اینه برجام باشه اما نه برجام 2015، اگه برجام میخوای برجام 2021. خب همین اجماع سازی رو ما در صحنه داخلی آمریکا هم میبینیم. یکی از نمودهای بسیار بارزش نامه 43 سناتور آمریکایی به رئیس جمهور آمریکا بود که در اون تاکید کرده بودن که به برجام برنگرد، که خب خیلی نامه مهمی بود که رهبری همین سناتور هم، سناتور منندز و سناتور گراهام در دست داشتن. درسته. حالا
همین شما به نامه 43 سناتور آمریکایی الان اشاره کردین تو انتهای این قسمت از صحبتتون. فکر کنید که مثلا دادن چنین نامه‌هایی از مثلا 43 سناتور آمریکایی یا کارهای شبیه به این چه تاثیر عملی روی روی کرده رژیم داره؟ ببینید، اول در کلیت به این موضوع نگاه کنیم، همون بحث اجماع سازیه در بُعد جهانی، در بُعد داخلی. اتفاقا این در بُعد داخلی بسیار بسیار مهمه. نگاه کنید، وقتی 43 سناتور نامه می‌نویسن و به بایدن میگن به برجام بر نگرد، بعد تاکید میکنن میگن رژیم ایران فکر نکنه که ما دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها، چون نامه دو حزبیه، هرچند اختلافات تکنیکی داریم، تاکتیکی داریم، اما در رابطه با رژیم ایران متحدیم. سر این تاکید میکنن. نکنین سناتور منندز رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکاست و از سناتور ارشد دموکرات، سناتور گراهام از سناتورهای ارشد جمهوری خواهد، هر دو این حرفو میزنن به علاوه 43 سناتور از هر دو حزب. خب این در شرایطی که اتفاقا رژیم و لابیهاش تلاش میکنن که از اختلافات طبیعی بین احزاب دو حزب در آمریکا سر مسائل مختلف استفاده کنن به نفع رژیم. خب این نشون میده که اصلا همچین زمینه رژیم دیگه نداره در شرایط کنونی. وانگهی موارد دیگه هم هست. همین روزنامه جوان، ارگان سپاه پاسداران، فکر کنم 27 اسفند بود، یه گزارش داده بود، گفته بود تو همین دو ماهی که دولت جدید در آمریکا سر کار اومده 8 مورد شاهد هستیم که مصوبه و نامه و چیزهای غیره توسط اعضای کنگره و سنای آمریکا داره ارائه میشه، داره پیش میره، مبنی بر اینکه دولت جدید آمریکا به برجام بر نگرده. و بعد جالب بود، گفته بود که گویا بایدن هم خیلی از این بدش نمیاد و چه بسا الان در حال ارزیابیه که سیاست فشار حداکثری رو ادامه بده. خب نگاه کنید، وقتی درون آمریکا هم همچین اجماع سازی هست، وقتی در بُعد جهانی هم این اجماع سازی هست، خب نشون میده که پس یک تعادلی چرخیده دیگه. وضعیت وضعیت گذشته نیست، تعادل دیگه تعادل 2015 نیست، تعادل جدیدی برقراره. و اگر رژیم میخواد باز این تناب دار تحریم ها مقداری شل بشه، باید تم بده به شرایط و پیامدهای جدید. درسته. خب حالا شما این فضایی که الان ارائه میدید، بنابراین این سوال پیش میاد که رژیم روی چه چیزی حساب میکرد که اومدن دولت جدید آمریکا رو فرصت نام میبرد ازش؟ به چشم فرصت بهش نگاه میکرد؟ خب دو تا نگاه هست در دنیای سیاست. به طور خاص ما الان در این در رابطه با رژیم و همین موضوع برجام میگیم. بله. خب یه نگاه این بود، این هستش که گویا تغییر نفرات، تغییر سیاستمداران باعث تغییر سیاست خواهد شد. این همون نگاهی بود که رژیم داشت. فکر میکرد چون دولت آمریکا عوض شد و نفراتی اومدن که در دوران برجام زمام امور دستشون بود، از خود بایدن تا بلینکن، برجام 2015 تا خانم شرمن، تا سالیوان مشاور امنیت ملی و بقیهشون، پس سیاست قبلی یعنی سیاست فشار حداکثری تغییر خواهد کرد و دوباره در برجام بر پاشه مماشات خواهد چرخید بر اساس تعادل 2015 و سیل پول و امتیازات دیگه در جیب رژیم سرازیر میشه و میتونه خرج تروریسم و آدمکشی و سرکوب مردم بکنه. خب این یه نگاه بود که رژیم داشت، یعنی حساب بود. بله، که رژیم کرده بود. بر همین اساس هم روحانی میگفت تغییر دولت در آمریکا یک فرصته. بله. و خط خود خامنه ای و روحانی هم میشد در بودجهشون دید، بودجه 1400 که بر اساس فروش روزانه 2,300,000 بشکه نفت بستن، چون فهم کردن تمام همچی امکانی خواهند داشت. خب این یک امکان، یک نگاه. اما یک نگاه هم اینه، تغییر سیاست رو گره میزنه با تغییر تعادل قوا. میگه تغییر تعادل قواست که عامل تغییر سیاست در رابطه با رژیم میشه در این مورد. میگه ببین، شرایط امروز سراپا با شرایط 2015 متفاوته. برای همین
دیگه در بر پاشنه تعادل 2015 نخواهد چرخید. خب در همین رابطه همین اجماع سازی که در بعد جهانی و در درون آمریکا گفتیم نشون میده که اتفاقا این نگاه درسته. اگه خاطرتون باشه همون موقع که روحانی میگفت تغییر دولت در آمریکا فرصته و همین موارد دیگه به قول خودشون بودن ذوق زده شده بودن، بله. مقاومت ایران چی گفت؟ گفتش که رژیم خواب پنبه‌دانه بازگشت سیاست مماشات را میبینه. چرا؟ چون نگاه مقاومت ایران بر اساس این دید بود که تعادل قوا تغییر کرده. چرا تغییر کرده؟ یک قلم، چهار رشته قیام بزرگ از سال 2015 تا الان در ایران انجام شده. دنیا فهمیده این رژیم متزلزله، آینده نداره. و همین خاطر سیاست مماشات هم بر همین اساس شکست خورد و بر اساس فعالیت‌های مقاومت ایران و ایستادگی مردم ایران. به همین خاطر مطلق تعادل اون تعادل نیست. من این نگاه درست و خب ریالیستیه که می‌بینیم این واقعیت رو از توش در میاره. به همین خاطر خب الان شاهد هستیم همچین اجماع سازی چه در بعد جهانی و چه در درون آمریکا علیه رژیم هست. و اگر خامنه ای بخواد تحریم ها رو مقداری شل کنه مسئله نیست، باید تم بده به جام زهرهای بعدی موشکی، منطقه‌ای و چه بسا حقوق بشر که تا الان نشون داده ظرفیت چنین زهرخوری رو هم نداره. چون اگه پای اینها بیاد این زهر چنان درونش تار و پودش عمل میکنه که از درون متلاشیش میکنه، کما اینکه خودش گفت این تنزل بی پایانه. بله، متشکرم از توضیحاتی که برای ما دادید. بینندگان عزیز، برنامه تیک تاک رو همراه با شما ادامه میدیم. موضوع وضعیت معیشت مردم و کلن زندگی مردم و سال جدید یکی از سوژه‌های مطلوب طنزنویس‌های حکومتیه. اوضاع زندگی تحت حاکمیت آخوندها اونقدر خراب و اونقدر طاقت فرسا هست که طنزنویس‌های حکومتی با صراحت، البته در قالب طنز، یکی از دعاهاشون برای سال جدید نفس کشیدنه. و البته خودشون هم میگن اگه همین رو کارگزاران رژیم حتی بهش اجازه بدن. برگرفته از روزنامه‌های حکومتی با اندکی تلخیص و تصرف. دعا برای سال جدید. با اینکه سال بسیار سختی از حیث وجود ویروس کرونا رو پشت سر گذاشتیم، مردم اما با امید و عشق به سال جدید وارد شدند. برخی از مردم با وجود اینکه تعدادی از دوستان و یا آشناهاشون کرونا گرفتن، پول خرید دارو ندارن، قادر به تهیه یک گوشت مرغ ناقابل نیستن تا شکم خودشون رو سیر کنن، اعضای خانوادهشون بیکارن و از هر حیث تحت فشار اقتصادی هستن، اما دعا میکنی که شاید سال جدید کمی، فقط کمی بهتر از سال 99 باشه. خداوندا، همونطور که میدونی اینجایی که ما هستیم لذت بردن معیاراش با جاهای دیگه دنیا متفاوته. مثلا نفس کشیدن، راه رفتن، نگاه کردن، گوش کردن، لمس کردن، خوردن و آشامیدن و در نهایت زنده موندن. اما ما نباید همه این کارا رو زیاد انجام بدیم. برای همین دوستان اساساً طوری برنامه ریزی کردن که به صورت پایلوت
زیاده روی نکنیم و لذت نبریم. برای همین هوا طوری شامل تمام عناصر جدول مندلیافه که نمیتونیم زیادی نفس بکشیم. یا توی خیابونا اینقدر چاله چوله است که به همین راحتی نمیشه راه رفت. در مورد گوش دادنم که واضحه صدا و سیما زحمت کشیده فقط اون چه رو که دوست داره بشنویم پخش میکنه، مثل بازپخش سریال گاندو که خیلی چیزا دستمون میاد. خنده هم اگه زیادی منجر به لذت بشه سریع برخورد میشه، میمونه زنده موندن که اونم خیلی محدود شده اخیراً. بالاخره مملکت قانون داره، معنی نداره همین جوری بی خودی راست راست زنده بمونیم. همین خواستم تذکری فقط داده باشم. خداوندا توی سال جدید به برخی بندگانت بفهمون که حقیقتاً یه چیزی بگن که بگنجه. حداقل حقوق کارگر 3 میلیون تومن آخه، اگه میگنجه که هیچی. بارالها در جایی که هستیم اصلاً آنتن نداریم، اما تا دلت بخواد پیامک ارزش افزوده دریافت میکنیم. بیکار نداریم، اما تا دلت بخواد بنگاه کاریابی داریم. علم خاصی هم نداریم، اما در عوض چوب به اسب بزنی دانشگاه داریم. فقر و فلاکت نداریم، اما تا دلت بخواد مؤسسه خیریه و برنامه عصر جدید و ستاره 700 و مربع و خلاصه این چیزا برای کمک به فقیرها داریم. مشکلات اقتصادی که اصلا نداریم، اما ده ها وزیر اقتصاد داریم. میخوام بگم ما کلن خیلی خوبیم، فقط بی خودی موازی کار میکنیم که اونم به همت مسئولان حل میشه. نگران نشو. مواضع کارگزاران رژیم در مورد برجام مواضع بسیار متناقضیه. از یک طرف خامنه‌ای میگه ما عجله‌ای در توافق مجدد برجام نداریم، و از طرف دیگه روحانی میگه یک دقیقه تعلل در رفع تحریم خیانت هستش. این مواضع متناقض و دوگانه اون هم در بالاترین سطوح رژیم نشانه چی هست؟ چرا پس از تهدید و دوددم خامنه ای علیه برجام روحانی دوباره کاسه گدایی برجام را در دست گرفت؟ اگر اونها دست از تحریم بردارند برای ما روشن بشه این کار واقعی هست، ما هم به همه تعهدات برجامیمون برمیگردیم. علت چیست؟ آیا محتوای دوددم خامنه ای و ناله های روحانی یکی نیست؟ بایدن از ترامپ خواسته بود تحریم ها را به دلیل شیوع کرونا کاهش دهد، اما با گذشت دو ماه از ورودش به کاخ سفید خودش هم هیچ اقدامی در این باره نکرده است. دورنما و چشم انداز آینده را برای جبران این خطاها هم نمی‌بینه. این حدود دو ماه و یک هفته ای که آقای بایدن آمده همون مسیر آقای ترامپ رو داره میره. در این میان علی مطهری ضمن ابراز نگرانی از اقدامات نسنجیده‌ای که مانع لغو تحریم‌ها می‌شود هشدار داد نباید به نام انقلابیگری سختی‌های غیر ضروری برای مردم ایجاد کنیم. اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده اون وقت ما به تعهدات برجامه‌مون برمی‌گردیم. خامنه‌ای که مجبور است در برابر قیام دستگاهش را یک دست کند، با این تحلیل که بایدن اهل جنگ نیست در یک بلوف سخیف مدعی شد قبل از لغو کامل تحریم ها و راستی آزمایی به برجام بر نمی گردیم. چیزی که باعث بیرون کشانده شدن کشور از باطلاق خواهد شد برجام 1400 با دولت آمریکا خواهد بود. صد البته که در تبلیغات خواهند گفتش که این برجام 1400، این نرمش قهرمانان 1400 به هیچ وجه مثل برجام سال 94 نیست. اگرچه دوددم خامنه ای آن روی سکه گدایی برجام توسط روحانی است، اما راه حل نهایی در دست مردم و جوانان شورشی در کف خیابان است. نیام بلوچستان زنده است. قانون شورشی بلوچستان. Oh,
همه در خشم بلوچ و شور نبرد رنج کبر با رود سیار. در گزارش قبلی مرور داشتیم به مواضع متناقض خامنه‌ای و روحانی در مورد برجام. قضاوت با شما هم به موضوع رویارویی خامنه‌ای و روحانی پرداخته و اون رو نشانه مرحله پایانی رژیم دونسته. قضاوت با شما. سخنرانی خامنه‌ای صحنه فوران جنگ درونی سران رژیم بود. ما معتقدیم که از فرصت‌ها باید به موقع استفاده کرد، منتها عجله هم نباید کرد. کمان که در قضیه برجام ما عجله کردیم. در حالی که روحانی گفته بود تأخیر در برداشتن تحریم خیانته. هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم رو تأخیر بندازه به هر دلیلی، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه. خامنه ای در مورد فضای مجازی گفت فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله. واقعا فضای مجازی رو بایستی مدیریت کرد. اما روحانی به سرعت جوابش را داد. فضای مجازی همینجوره زندگی رو سهل میکنه، زندگی رو آسان میکنه. آیا این شدت از جنگ در درون حاکمیت خامنه ای نشان از مرحله پایانی این رژیم نیست؟ خب بینندگان عزیز، در پایان تیک تاک ضمن تشکر از همراهیتون با ما در این برنامه به اطلاعاتون میرسونیم که برنامه تیک تاک رو میتونید از طریق منظومه شبکه اجتماعی سیمای آزادی دنبال بکنید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار شما باشه.